بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى خذ يبيشك أهل بيت عليهم السلام صلواتي ورحمتك بحث ایام پس از ماجرای جمل و شروع واقعه صفین بود. دیروز عرض کردیم، دیشب عرض کردیم که بعد از واقعه جمل از نظر اعتقادی و دینی تقریبا حقانیت امیر المؤمنین صلی الله علیه محرز شده بود، برای عراق و حجاز محرز بود. نمیگم شام، چون مردم شام توسط معاویه اسلام آورده بودن و در شانتاج رسانه‌ای او زندگی میکردن. تفکرشون، اطلاعاتشون از اسلام به اندازه اون چیزی بود که معاویه میگفت. مثلا اسکافی که خیلی هم قدیمیه، یه معتزلی از طرفداران امیرالمومنین، کتابی در دفاع از امیرالمومنین نوشته، 240 مرده، یعنی زمان ائمه از دنیا رفت. میگه انقدر این شامی ها بیخبر بودن که مثلا تو یه جایی تو صفین گیر کرد یه نفر، شمشیر رو بلند کردن بزننش، گفت به خدا امام منم عمر ابن ابی طالبه. در این حد خبر نداشتن کی به کیه. و مسعودی هم می نویسه که اینها وقتی با هم صحبت می کردن، چون معاویه دشنام میداد به امیرالمومنین، گفتن این علی کیه؟ یکی گفت این علی شوهر عایشه بوده، با هم دعوا کردن دائم. یعنی اطلاعاتشون انقدره. نکته بعدی اینی که مردم شام اهل معاملن. جالبه که امرواس هم اینو میگه. خب بد نیست جمله امرواس رو بشنوید در مورد معاویه، در مورد مردم شام جالبه. این کتاب سیر اعلام النبلای که ذهبی از اعاظم درجه اول اهل سنت نوشت، دو سه حرف جالب در مورد امرواس داره. یکیش اینه، میگه که قال رجل لعمر ابن العاص صف لی الامصار، بگو مردم شهرها چجورین. حالا اون قسمتش که بحث ماست. امرواس اینجوری گفت: اهل الشام اطوع الناس لمخلوق، مطیع‌ترین مردم نسبت به مخلوقه. و اعصاه للخالق، اون احکارترین مردم نسبت به حضرت حق. اهل معاملن، خلاص اهل معامله. شاید من قبلا هم گفته باشم، یه نفری رفت تو شام شتر خرید، شرط این بود که شتر ماده باردار خریده، یه نر به این فروخت. گو آقا دیگه نر و ماده تو شتر خیلی فرق میکنه. کفتر بود، سخت بود تشخیصش. اونم ماده باردار کجاش، شتر نر کجا؟ آقا ماده باردار فروخته. گفت نه، این ماده بارداره. گفت آقا این نره دیگه تابلوه. گفت نه، این ماده بارداره. قبول نداری آدم بیاریم حکم؟ گفت بگو. بغلیه، همسایه بغلیش گفت بیا آقا این چیه، این مگه ماده باردار نیست؟ گفت چرا. این طرف یه خورد آقا یکی دیگه بگو بیا. گفت کیو بگم تو بازار؟ گفت اون. گفت آقا مگه این شطور ماده باردار؟ گفت چرا. این بنده خدا احساس کرد افسردگی بهش دست داده، پیش معاویه شکایت کرد. گفت 40 نفر آدم اومدن جلو چشم هم، یعنی شطور نره ماده بارداره. معاویه خندید، گفت چقدر پول شطور رو دادی؟ مثلا گفت انقدر دینار. گفت این پولو بگی برید بیرون، من با این کار دارم. وقتی رفتن گفت به علی، چون فهمید عراقیه، پرسید از کجا، گفت از عراقم. گفت میری به علی ابن ابی طالب میگی معاویه با سپاهی میاد که اگر نخوان فرق شطور ماده با نرم نمیبینن،
یعنی هرچی من بگم میگن. اینی که من دیشب عرض کردم حق و باطل روشن بود، حق و باطل برای حجاز و عراق، برای مردم شام برای یه عده روشن نبود، حالا توضیح میدم جلوتر، برای یه عده هم اهل معامله بودن نیاز نبود روشن باشه. این عبارت از اشعار مشهور آوردمش الحمدلله. نگاه کنید میگه که ماویو، این مرخم کرده شعرو بلا تشبیه معاذالله، بده که پشت سرش بگم، گاهی در اشعاری که امیرالمومنین و حضرت زهران خونده اینجوری فاطمه، فاطمتو مرخمش میکنه، ترخیم میکنه، تشو میندازه. ماویو لا اعطی که دینی و لم انل به ذالک دنیا فنظر کیفت اسنو. امراض گفتش که معاویه، خب امراض دشمن امیر عثمان بود، چون عثمان ورش داشت از مصر، برادر شیریشو رضاییشو فرستاد اونجا و داستانهای قتل عثمان اونجا شروع شد، رفته بود فلسطین، بدگویی میکردمش از عثمان. معاویه برای این که بتونه جلو امیرالمومنین وایسه، امراض صدا که گفت خب چه خبر، چند چندیم، چیکار میکنی این روزا اینا؟ گفت من خلاصه میخوام برم سراغ علی، تو رو نیاز دارم. گفت معاویه لا اعطی که دینی، من دینم رو به تو نمیدم مگر چی؟ مگر این که ولم انل به ذالک دنیا فنظر کیفت اصلا، ببینم چیکار میکنی، باید دنیا رو بریزی به پام، این دینمو نمیدم مگه اینکه بیارزه. حکایت اون بود که میگفت مادرمو بفروشم نفروشم، نمیدم، ولی خب مصر رو بدی روش فکر میکنن. و این چیزی نیست که اهل سنت مخفی کنن. باز عبارتو میخونم ببینید، ذهبی متاسفانه تو این کتاب از امراض خیلی تعریف کرده، گفته عمرو بن عاص بن وائل امام داهیت العرب، یعنی باهوش عرب، رجل العالم، مرد جهان، من یضرب به المثل فی الفتنه، کسی که به فتانت و تیزهوشی و ذکاوت مشهور بود، دوراندیشی مشهور بود، کی به دوراندیشی مشهور بود؟ امرؤاسی که جلو امیرالمومنین وایساد، دینش رو فروخ، مصر رو دادن بهش، سال 43 مرد. همه یه دعواهای امراض امیرالمومنین برای 3 سال حکومت، این کجا داهیه است؟ این کجا دوراندیشیه؟ میارزید برای 3 سال؟ وقتی واقعه صفین پیش اومد ظاهرا قریب به 80 سالش بوده، این داهیه بود؟ بله. بعد با آقای ذهبی گفت تو این تعبیر تو، الا انهم، خداوند تو قرآن میفهمند الا انهم هم السفها، سفیه کسیه که یه معامله میکنه، میگن معامله سفهیه. مثلا فرض کنید که این انگشتر که دست من رو 10 میلیون میخره، معامله سفهیه، نمیارزید. کسی هم که دنیاشو بخواد آخرتو باش جاش بده، این معامله سفهیه، این کجا دوراندیشی. با این حال ذهبی که طرفدار امرؤاسه میگه کان من رجال قریش رعیان، صاحب نظران قریش بود، حزمن، کفاعتن، با کفایت بود، دوراندیش بود، بصرن بالحرب، خیلی استاد و متخصص جنگ بود، من اشراف ملوک العرب، از قصد میخونه آتاینی چی، و من اعیان المهاجرین، کی از اعیان مهاجرین بود؟ تا قبل فتح مکه دشمن شماره ای که اسلام بود، پیامبر فرمود خانه کعبه را گرفته بود بکشیدش، یه قصیده 70 بیتی علیه پیامبر گفته بود، این کجا من اعیان مهاجرین بود؟ بعد میگه والله یغفر له و یعفو عنه، خدا ازش بگذره، چون صحابه از اینجوری میگه، لولا حبه للدنیا و دخوله فی امور لسل و حل الخلافه. ذهبی با این همه پست فطرتی اینجوری میگه لولا دخوله فی الدنیا
اگر اینقدر دنیا طلب نبود و وارد نمیشد توی اموری که پیامبر فرموده هر کسی در سپاه مقابل علی بیسته در صفین که متواتر جهنمیست و به جهنم دعوت میکنه، لسل و حل الخلافه، حقش بود بینو بذارن خلیفه. این اون بدبختی هاست دیگه که بزرگ برادران اهل سنت عمرو عاص رو شایسته خلافت میدونه. یعنی هر که پدر سوخته تر اصل اهل الخلافه. این از اون بدبختی هست. بله، خلاصه این افراد دیگه بقیه شاید سوادم میگن ورقمو گم کرد. خلاصه امیرالمومنین تو این شرایط جمل رو تمام کرد، به سمت کوفه اومد. مردم کوفه اومدن استقبال. بالاخره سپاه امیرالمومنین پیروز شده. حالا که پیروز شده همه طرفدارن. مردم اومدن به استقبال. معاویه شروع کرد به تضعیف امیرالمومنین در شام. یه سخنرانی کرد گفت بالاخره آقا اینا باید حق ما رو بدن. قتله عثمان معرفی کنیم. سه نفر رو فرستادن. گفتم ما باید با سه نفر از سه نفر بازجویی کنیم. بفرستیدشون شام رو بازجویی کنیم. عمار، عدی ابن حاتم طائی، اینا فرمانده های لشکر امیرالمومنین و مالک اشتر. مذاکره میکنیم. این ستا رو بدید ما مذاکره میکنیم. حضرت عمود نمیشه. اصلا معلوم نیست قاتل عثمان کیه. یه روز اومد تو مسجد کوفه اینا رو عرض میکنه برای اینکه بعدا تو حکمیت ببینید. میخوام یه ادعای بزرگی بکنم اگه توفیق شد امسال روزیمون شد بحث رسید ببینید که چطور ناحق گفته. فرمود یه روز تو مسجد کوفه که آقا کی قاتل عثمانه؟ قاتلای عثمان برن تو رهبه. رهبه مثل حیات مسجد بود ولی بزرگ بود، دو کوهه محسوب میشد. اونجا وای میستادن، عرض کنم میرفتن برای جنگ. میدان رزم بود، آمادگی اولیه بود. 20,000 نفر رفتن تن مایم. اصلا قاتل عثمان معلوم نبود که، یکی دوتا نبود و این سه نفر هم قاتل عثمان نبودن اتفاقا. حالا اگه عمرو بن حمق خزاعی رو میگفتن خب او متهم بود، جز متهمین. اینا نبودن. بودن هم امیرالمومنین نمیداد اینا رو، چون امیرالمومنین صلوات الله علیه خلیفه سوم را محدور الدم میدانست. منتها هیچ اقدامی برای قتل او نکرد و قتل او رو به صلاح نمیدونست. اینی که تو روایت متعدد داریم که بچه هاشو فرستاد جلو در خونه عثمان دفاع کنن زیاده، البته من باور ندارم. باور حقیر این نیست که امیرالمومنین حسن اینو جلوی خونه عثمان گذاشته باشه، چون در جنگ صفین هم امیرالمومنین امام حسین رو فرمانده لشکر نکرد. قرار نبود به کشتن بدن امام بعدی رو، حفظ میکردن. توجه میکنیم. ولی بالاخره مشهور بود که امیرالمومنین صلوات الله علیه آب برده، این از امیرالمومنین برمیاد و هیچ وقت دخالت هم نکرد. اما اونا تو شام شروع کردن به شایعه. علی نماز نمیخونه. خیلی حرف عجیبیه. گاهی تو روزا میشنویم مردم کوفه هیچ وقت نمیگفتن علی نماز نمیخونه. رفقا مردم کوفه میگن اون میدیدن. مخالفینش هم اگر بودن خوارجی بودن، بازمانده های خوارج بودن. اینا فک فامولاشون کشته شده بودن، دوست نداشتن امیرالمومنین. ولی زهد امیرالمومنین شهره خاصه هم بود. شامی ها میگفتن علی نماز نمیخونه که نمیدیدن. توجه کردی؟ اونم کی نقل کرده؟ کتابی که منصوب به ابن قتیبه است، اونم مال قرن 3، 272 خورده از دنیا رفت. وسط جنگ اومد گفت برای چی دارید با ما میجنگید؟ خب ما با شما میجنگیم چون امامتون نماز نمیخونه. شامی ها اینجوری بود. بالاخره او مجبور بود. حالا چی شد که من تا اینجا جنبندی کنم؟ از نظر دینی وضع حکومت امیرالمومنین رو اومد،
اقتدارش و حقانیتش معلوم شد. جمل رو هم با اقتدار شکست داد دشمن رو، اومد کوفه همه استقبال کرد و در صفین هم 8 برابر 7 برابر شد سپاه امیرالمومنین، یعنی جمعیت اومد. پس اقتدارش معلوم بود امیرالمومنین. حقانیت چی شد که مردم صفین وایسادن؟ 1، ما این شبا که با هم گفتگو میکنیم وظیفه داریم بعضی حقایق رو بگیم مؤدبانه. بدبختی در اسلام نداریم الا از روز سقیفه. چی باعث شد مردم شام در برابر عظمت امیرالمومنین برن سراغ معاویه؟ یه بخشیش پول پرستی و این حساب کتاباشونه که من یکی دو نمونه عرض کردم. بخش دیگرش اینه که خلیفه دوم وقتی معاویه رو بر شام منصوب کرد، رفتاری با او کرد که با هیچ یک از زمامداراش نکرد. یه جوری تو جامعه تعبیر شد کأنه بنی امیه که از بزرگان قریشن، سهمشون از حکومت چیه؟ شام و مصر. این که دیگه مال بابامونه، حالا تا سر باقیش با هم بحث کنیم. توجه میکنی؟ خلیفه دوم رفتار و حکومتش خیلی عجیب غریبه وقتی بررسی بشه. یه شب عرض کردم او منافقین رو سر کار می آورد، بگو من تخصصشون استفاده میکنم. 2 سال یه بار مشاطره میکرد، یعنی میگفت دور از محضر شما که دستم سمت این برادر رو میریم، گفت بیا اینجا. خب اموالت چقدره؟ 500 دینار. 250 تاش مال تو، 252 تاش مال من، چون حرام خوردی نصفش مال بیت المال. توجه کردی؟ از دم چوب میزد به اموال طرف 50%. 2-3 نفر رو تو تاریخ این کارو نکرده. یه شب تو روزه عرض کردیم با قنفذ این کارو نکرد. این یک. گاهی اون آدم رو بر میگردون به همون حکومت یا به یه شهر دیگه. با سر 2 سال میگو بیا بینه چقدره؟ 5000 دینار، نصفش تو نصفش بیت المال. توجه کردین؟ ولی نسبت به معاویه این کارو نمی کرد. از وقتی نصب شد تا وقتی خلیفه دوم از دنیا رفت مشاطره ای صورت نگیره. برعکس گاهی حرفا و رفتارهایی میکرد خیلی عجیب بود، تابلو بود خلافه. میگفت انی لا آمرو که ولا انهاک، خودت میدونی من نه امری میکنم نهی، به خودت واگذار کردم. سفر کرد به شام، روی خری سوار شد و خیلی مسیحی ها کیف کردن که خلیفه مسلمین چون به شدت اهل بریز بپاشن، عرض کنم خدمت شما اون مرکزیت کلیسا مثل کاتولیک الان خیلی خیلی با کلاسن، اینا دیدن خلیفه مسلم رو خر سوار شده خیلی کیف کرد. بعد اومد خلیفه دم کاخ معاویه، دید اصلا یه چیز عجیبی ساخته. گفتش که این چیه؟ گفت آقا میدونی ما اینجا این حرفا که الان ها میزنن بعدی ها، ما اینجا با خارجی ها با کفار بین الملل در ارتباطیم، آبرو اسلامه، آبرو اسلام باید شیکش کنیم. خلیفه گفت هادا کسر العرب، کسرای عرب معاویه. کسرا به کی میگفتن؟ پادشاه ایران. گاهی خطاهای فاحشی میکرد معاویه، اعصاب صحابه خرد میشد. مثلا میدید تو منطقه زندگی میکنه که بت‌پرست زیادن، خب همیشه تولید یه سرش چیه؟ تقاضای دیگه. کارآفرینی کرد، کارخونه تولید بت درست کرد. نگاه کنید حاکمی که میخواد امام مسلمین بشه بت برای بت‌پرستا تولید میکرد. یا ربا میخوردن، اونم از نوع تابلو ترینش، یعنی طلا میدادن طلا میگرفتن، 100 گرم مثلا، 100 اوقیه، 100 اسقال با اوزان زمان خودشون، 100 نخود.
طلا میداد 120 میگرفت. یعنی تابلو ترین نوع، هر کی بخواد ربا رو توضیح بده میگه این یه کاری هم نمیکرد که خیلی معلوم نشه. عبادت ابن صامت دو دفعه دعوا شد، هم زمان عثمان هم زمان خلیفه دوم. ابوذر دعوا شد، اینو قهر میکردن، گفت والله من تو شهری که معاویه حاکم باشه وای نمیستم. برمیگشت پیش خلیفه دوم. ممکن بود اینا تو شهر بگن خب آقا چی شد تو اونجا مثلا آقای عبادت ابن صامت شما مثلا بلا تشبیه، مثال میزنم بلا تشبیه، حق و باطلش مثال رو نبرید، مثلا نماینده امام مسلمینی، بالاخره خلاصه کسی کاری هستی باز خودت اونجا، شاسی بلند و محافظ و چه ول کردی اومدی؟ خب این ممکنه اون تعریف کنه. خلیفه دوم گفت برگرد، نامی نوشت که آقا مراقب این باش. ولی عبادت ابن صامت دو بار زمان خلیفه دوم برگشت، گفت برو برو شما آقا اونجا به ارشاد مسلمین بپردازی، بیای تعریف کنی زایی میشه. زمان خلیفه سوم باز این اتفاق افتاد، زمان بحث ابوذر هم بود، مردم شام میدیدن معاویه کارایی که میکنه، صحابه پیامبر اگر اشکال میکنن حکومت معاویه رو حمایت میکنه، نه بت فروشی و نه شراب فروشی امام مسلمین، و نه رباخوری باعث نشد که معاویه رو کسی بیا جلوشو بگیره. برعکس ابوذر غفاری سلام الله علیه که کان اکثر و عبادت ابیذر التفکر، متاسفانه جریان مکتب خلفا ابوذر رو یک آدم تندرو افراطی کل داغ مثلا گروه فشار چماق به دست معرفی کرده. حتی بعضی آدمای خوبم که تو جبهه شیعه حرف میزنن میان آقا پیامبر حکومت رو به دست متعهد متخصص ها میداد، به ابوذر نداد چون ارزه نداشت اداره کنه. این چیزی که اونا میگفتن، میگفتن ابوذر اصلا انگار اوضاع دنیا رو نمیفهمه، زبان بین الملل سرش نمیشه. آقا ما داریم ارز وارد مملکت میکنیم، بت میفروشیم، شراب میسازیم، کلی صرفه جوی ارزی داره بجونی که از روم بیارن خودمون تولید میکنیم. خونین چقدر کارگر میره سر کار، ازدواج میکنن اینا، نمیفهمه، این تندروه افراطیه. دوستا هم صحنه از ابوذر دارن که اینو هی تو صفحه های اینستاگرامشون اون موقع منتشر میکردن. مثلا یه جا دعوا شد، نگاه کرد رو زمین، دید یه استخون ساق پای یه شطور ورداش کوبید تو سر کعبال احبار، اینا گرفتن تو خبرگزاری اون موقع پخش شد. یعنی شما هر کتابی که مکتب خلفا نوشته راجع به ابوذر، تصویر ذهنی که شما میده یه آدم خشمگین ریش بلنده که چماق دستشه. گروه فشار معرفی کردن ابوذر، وقتی ابوذر اومد گفتش که بابا دارید ربا میخورید، من اراد ان ينظر الى عیسی فی امتی فلینظر الى ابیذر، عیسی امت منو میخواید نگاه کنید ابوذر ببین. ان الجنه لا تشتاق الى اربعه، بهشت مشتاق چهار نفر بیان تو بهشت افتخار کنه، یکیش ابوذر. پیامبر فرمود اگر من ابوذر رو دوست نداشته باشم ایمانم ناقصه، نمیتونم برم بهشت. امرنی ربی بحب اربعه، پیامبر فرمود خدا دستور داده باید این چهار نفر رو دوست داشته باشه، یکیش ابوذر. این آدم تبدیل شد به یه گروه فشاری خشمگینه، تعهدم نداره، از حکومت داری هم سرش نمیشه. وقتی دعوا شد عثمان رو تبعید کرد، این اول گیر به عثمان داد، عثمان فرستاد شام، چون تو مدینه به عثمان گیر میداد صحابه حاضر بودن، از نظر آبروریزی برای خلافت بدتر بود فرستادن شام. خب شام منطقه دوری بود از صحابه اصلی، ولی معاویه نامه نوشت گفت نمیذاریم ما کار کنیم اینجا، آقا جلوی فعالیت ها رو گرفته، تشویش اذهان عمومی میکنه، مثلا برش گردوندن روی شطور به غیر وطائی. ابوذر عرب بادیه نشین بود، بسیار آدم سخت جونی بود، عرب بادیه بود. عرب بادیه قرآن نگاه کنید فرمود که
الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا. اعراب دنبال ایمان نبودن، جسارت نشه. الان هم آدم هایی که تو بر بیابون به صورت بدوی زندگی میکنن همینطوری هن. کار به حکومت ها ندارن، هر کی که باشه کار ما حل بشه. تو ماجرای سقیفه یه قوم کولی، قبیله کولی به اسم بنی اسلم اومدن کودتا کردن تا تونست سقیفه شکل بگیره دیگه. ریختن تو کوفه، کوفه رو بستن با چماق، هر کی میدیدن زوری میوردن به ید میگرفت. در طبری هست که خلیفه دوم گفت فلم ما سمعتو، تا شنیدم صدای زنگوله کاروان، چطورای کاروان اسلم رو، ایقنتو به نصر. اینو معامله میکردن. آدم هایی که اهل زندگی تو شرایط سخت آب و هوایی هن، آدم های سخت جونی هن. خیلی خشونت تو زندگی دیدن، خیلی سختی کشیدن، سفتن. به قولی که رفقای ما گفت یه روز، سه روز ما طول بعد از این که چقدر با ماشین رفتیم، بعد جیپ سوار شدیم رفتیم یه جایی تو کشور که پشت کوه، نمیگم کجا، سه روزم پیاده رفتیم. میگفت وقتی ما روزه میخوندیم، مثلا ته روزه قتلگاهو که میخوندیم، یکی دو نفر گفتن نه بابا، هیچ حالت انفعال درشون ایجاد نمیشه، انقدر دیده تو، انقدر تیکه پاره شدن دیده، خیلی راحتن. ایمان نمیارن به این راحتی. الاعراب و اشد و کفرن و نفاق. ولی اگه ایمان بیارن، سفتن، سنگن، ولی اگه ایمان بیاره دیگه هیچی نمیتونه جلوشو بگیره، سفته دیگه، ایمان نمیاره. ولی وای به حالی که ایمانم بیاره. ابوذر اینطوریه. ابوذر از اون افرادیه که یه تنه، شما حساب کنین توی کشوری معاویه با اون همه ذکاوت و تیزهوشی و پدرسوخته بازیش حاکم باشه، کاری کنه یه نفر آدمی که هیچ طرفداری هم نداره، که معاویه به عثمان بگه وردارین و ببر از اینجا، نمیذاره ما کار کنیم. یه نفر آدم جلوی حکومت، یعنی امت بار خودش، آدم محکمی بود. این بزرگوارو سوار شطور بی جهاز کردن. وقتی از شام آوردنش مدینه، دو سه نفر زیر بغلش گرفته بودن، نمیتونست وایسه. و عثمانم اجازه نداد وارد مدینه بشه. گفت کجا میری؟ گفت میخوام بیام مدینه. رسول خدا گفت نمیشه. گفت پس میرم مکه. گفت نمیشه. گفت من جای دیگه ای رو انتخاب نمی کنم. من از کنار خانه خدا یا مرقد رسول خدا جایی نمیرم. خودت هر جا میخوای بری زوری منو بفرست. بردنش روزه. حالا یه چیزی از مظلومیت امیرالمومنین بگم. امیرالمومنین و حسنین اومدن بدرقه ابوذر. مروان اومد گفت عثمان گفته کسی بدرقه نکنه. امیرالمومنین گفت برو اونور. مروان با تاخت اومد سمت اینا، حضرت یه ضربه به صورت اسب مروان زد، مروان افتاد پایین. رفت پیش عثمان شکایت. در آغوش گرفتن ابوذر رو، رفت و به شهادت هم رسید. عثمان امیرالمومنین خواست. گفت مروان گفته که زدی به صورت اسبش. گفت حضرت به ترجمه فارسی فرمود غلط زیادی کرد. گفت ناراحت شده. حضرت هم خود میخواد قصاص کنه، بره با اسب ما قصاص کنه. گفت مروان ناراحت شده. حضرت فرمود به درک که ناراحت شده. اینجا رو میخوام یه مظلومیت. فرمود مروان عزیز خدا و رسوله. حضرت فرمود کار به جای رسیده، منو با مروان مقایسه میکنی. یعنی میخوام جریان تبلیغاتی تو جامعه، که این جریان بعد عثمان که اموی بودن رفتن شام، عثمان رو، معاویه رو جوری تبلیغ میکردن که میگفتن آقا منصوب خلیفه دومه، ایشون منصوب خلیفه دومه. حالا خلیفه سوم گذشته، الان خلیفه چهارم اومده، هر کاری هم کرده کسی چی نگفته. این باعث میشد یه عده‌ای که الان مثال میزنم اسم میبرم، اینا از نظر دینی قانع میشدن با معاویه باشن. مثل کی؟ مثل ذوالکلاء.
یه جریانی پس تو شام هستن که اینا اهل معاملن، اهل بخیان خودشون. یه جریانی هم که دشمنان امیرالمومنینن و بنی امیه‌ن که دیگه ما چون فرصت نبود اون نامه‌ای که قول دادیم باقیشو نخوندیم. معاویه نامه نوشت به امیرالمومنین که ما الان کجاییم، هنوز صفین شروع نشده، که بین من و تو هیچ چیز حکم نمی کنه، لا یحکم فینا الا السیف. حضرت فرمود فلقد ضحکتنی بعد از استعباره، یه مدتی بود نخندیده بودن. از کی تا حالا پسر ابو طالب و با شمشیر کسی تهدید میکنه؟ تو رو نمیدونم ولی تیزی شمشیر علی بر گردن برادرت، اسم برادرش هم یزید بود، و جدت و عمود و داییت، همین نزدیکا فعلا تا خاله خارزاده هم برس، برو یه سراغی بگیر. خب تو این شرایط معاویه شروع که به تبلیغات، پس یه عده خودشون رو فروختن، یه عده اینایی بودن که اینجوری کشته داده بودن، کینه داشتن از امیرالمومنین، یا افراد دیگه ای مثلا مثل اینا زمان امیرالمومنین بچه بودن ولی این حالت رو داشتن، مثلا چه نوع فحش به علی میدی؟ میگفت از قبیله ما چند صد نفر کشته، یعنی یا خودش کشته یا در جنگی که امیرالمومنین پیروز شده کشته شدن. اینا دشمنی داشتن. همین الان ما داریم آقا افرادی که با نظام مشکل دارن، تهش رو بری در بیاری، مثلا این داداشش جزو منافقین اعدام شده. سخت نه این خیلی. یکی بود من میدیدم همیشه ظاهر رو حفظ میکنه، خیلی هم با سواد بود و اهل علم بود، ولی گاهی فرصت که پیش میاد خصوصیه یه زهری میریزه. میگفتم آقا نمیخوره این آدم، چرا اینجوریه؟ بعد فهمیدم دو تا برادرش اعدام شدن. این خیلی از فشار میاره به آدم، و هر کسی مرد این میدون نیست که دو تا اعدام شدن. کینه داشتن از امیرالمومنین. احقاد بدریه رو جدی بگیرید. این آدم خدا انشالله نصیب هیچ کس نکنه، همه ما رو خداوند از همه اطلاعات حفظ کنه، آدمی که به سکر میفته، یعنی یا مست معاذالله، یا مثلا حالا امشب من یه دلم یه جایی رفت، اگه روزیم شد به موضوع روزه ربط داره شاید گفتم، نمیخوام حمله به خیر بشه، یا مثلا تو کماه، اونجا یه حرفای میزنه که دست خودش نیست ولی علقشه. بالاخره خلیفه دوم یه سال و نیم تقریبا بعد بدر وقتی شراب خورد مست شد، تو بیابون نشسته بودن، تو اون میدونید که آدم مست هم زود گریهش میگیره، یعنی نشون میده فطرت انسان گاهی اینقدر نجس میشه از مست بدتره. یعنی شما میبینید مثلا متوکل میخواد شراب معاذالله به امام هادی بده، خودش هم مست، امام هادی موعظش میکنه تو اون شعر معروف، متوکل میزنه زیر گریه. متوکل خیلی عوضیه، ولی مست که میشه عوضی بودنش کمتر هم هست. تازه توجه میکنی، یعنی انقدر این آدم پلیده که به اختیار پلیدتره تا بی اختیار. بی اختیار دست خودش نیست. عمر شروع کرد گریه کردن، آی مثلا بلا تشبیه مثلا عتبه نبودی ببینی، شروع کرد به کشته های بدر خوندن. این نشون میده به یه جایشون فشار اومده بود که وقتی مست میشدن راجع به کشته های بدر شعر میخوندن، نه راجع به شهدای اسلام. آقا جزء مسلمین بود ولی راجع به کشته های، مثلا میمونه که ما مثلا یه رزمندمون برای مثلا یاسین رمضان و نمیدونم این چیزی های عراقی روزه تارو شنیدید همچی چیزی، این علقه دارن دیگه، فک فرمولاشون همه کشته شدن، این اثر میذاشت. نکته بعدی فتنه ای بود که خلیفه دوم کاری کرد که مردم خیال میکردن معاویه چک سفید امضا داره، حتی وقتی
شورای 6 نفر را تعیین کرد، گفت اگر 3 روز بیشتر وقت ندارید خلیفه تعیین کنید، وگرنه معاویه از شام میاد دمار از روزگارتون در میاره. خب اگه تو میدونی معاویه بیاد و دمار از روزگارتون در میاره و مردم رو بدبخت میکنه، خب چرا نصبش کردی و الان چرا عزلش نمی کنی؟ اگه تو میشناسی معاویه اینطوری این باعث شد مردم شام این که با معاویه اسلام آورده بودن میگفتن آقا این نزد خلفا چک سفید امضا اعتبار داره و حالا میاد میگه من ولی دم عثمانه. توجه کردی؟ نمونهش ذوالکلاءه. ذوالکلاء یه آدم بسیار متعصبی بود، دیندار بود، سنی تندرو. تو ماجرای صفین فرمانده میمنه سپاه معاویه است، فرمانده سپاه، فرمانده دو طرف گاهی به هم نزدیک میشدن و بالاخره یه قرارمدار اولیه جنگ رو میذاشتن. جنگ تن به تنه، 5 به 5، 10 به 10، میریزیم گله‌ای. بالاخره موقعی حساب کتاب باز خودش داشت. هر روز یه مدل جنگایی میکردن. سعید بن یزید از سپاه امام اومد جلو گفت ذوالکلاء از تو بعید بود تو سپاه معاویه، اونم فرمانده. پس من 3 دسته کردم صفینیا مردم شامو، یه عده اهل معامله، یه عده کینه داشتن، یه عده خیال کردن معاویه راست میگه. گفت تو چرا اینجایی؟ گفت به خدا سوگند من علی رو بدتر از معاویه نمیدونم. علی سابقش با معاویه قابل قیاس نیست. و این آدم بزرگی بود ذوالکلاء، تو شام حرفش خریدار داشت، ولی عثمان مظلوم کشته شده. یعنی یه سنی بسیار متعصب. و ما تا قاتل عثمان رو قصاص نکنیم بعدش فکر میکنیم که کی خلیفه است. صفین که شد عمار کشته شد. خوب دقت کن، یعنی جهل چی کار میکنه؟ عمار که کشته شد ولوله شد تو سپاه معاویه، همراست دوید اومد گفت بدبخت شدیم. پسر همراست عبدالله آقا، همه سپاه فهمیدن روایت پیامبر که ازش میترسیدن، از عمار به شدت بیزار بودن اهلشان، چون قاتل عثمان هم میپنداشتن. ولی هر طرفی که میرفت به جنگه فرار میکردن، چون میدونستن عمار تو هر جنگی کشته بشه سپاه مقابلش جهنمیه به تواتر، هم شیعه اینو قبول داره هم سنی ها. عمار کشته شد، عمار که کشته شد سپاه مقابل میشن جهنمی. خوب دقت کنید، میخوام فتنه جهل رو بگم. معاویه تو نقلی سیلی زد تو صورت پسر عمراس، توی نقلی تشنام داد گفت برو خیمه بیرون. امراض استاد که این چرندیات این چیه جلو مردم میگه؟ حالا هم معاویه هم امراض هم پسرش راویه این روایت هستن، میدونستن روایته، ولی خب وسط جنگ حرفو بزنیم انگار که خودمون رو به باد دادیم. خوب دقت کنید، امراض گفت من به تو بشارت میدم، یه مشکل بزرگی پیش اومد که عمار کشته شد و ما مفتضح شدیم، و یه بشارت میدم ذوالکلاء هم عراقی ها کشتن. لولا قتله، اگر ذوالکلاء تو سپاه اینا بود فرمانده بود، ولی خیال کرده بود حقا اینا، یعنی از فتنه جهل معاویه. گفت لولا قتل، اگر کشته نمیشد لافسد علینا جندنا، این همه سپاه شام رو سرت خراب میکرد امروز، چون این آدم برای دین اومده بود. این وسط منجه کردی، این آدم برای دین اومده بود و آدم مؤثری هم بود، شانس آوردی که اگه عمار کشته شد ذوالکلاء هم کشته شد. این فتنه، این هم جهل، اینی که شما میبینید امیرالمومنین نسبت به اون کسانی که ساکت نشستن در به در دنبال فرصت بودن، مثل عبدالله پسر خلیفه دوم که بعدن لابیگری کرد خلیفه بشه تو حکمیت میرسیم، مثل سعد بن ابی وقاص. به سعد گفتن چرا نمی به معاویه به پیوندی دور از محضر شما؟ گفت معاویه چی باشه که این حرف رو بزنه؟ اگر عمر میدونست اونا 6 تا رو لایق خلافت میدونست تعیین کن،
طلحه و زبیر که باد رفت آمد میکرد از انتهاشون، علی هم قبولش ندارن، عبدالرحمن ابن عوف هم که مرده، عثمان هم که مرده. و سلام علیکم و رحمت الله. یعنی منم بابا امام. حضرت فرمود الذين خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. اون نامردا حق رو میدونستن ولی دید اگر به نفع میرم اون بخواد حرف بزنی ممکنه یه وقت پیش بیاد بیان بگن تو حاکم شو. اینا هم ساکت شده تو شرایطی که خواص جامعه که حق رو میشناسن ساکت بشن، جهلم بر جامعه مستولی بشه، جنگ شروع شد. جنگی که مثل جمل نبود، 100 روز بلکه بیشتر طول کشید. سپاه معاویه 120 هزار نیرو تا دندون مسلح. گاهی اونا پیروز می شدن، گاهی اینا پیروز می شدن. توی عملیات های کوچیک کوچیک چند روزه. تا انشالله فردا موضوع رو ببر به سمت حکمیت ببریم. امشب ما متوسلیم روزه ما میتونست مرتبط باشه به این بحث، ولی دل ما رو بردن حرم عزیز رضا سلام الله علیه. خدا انشاءالله ما رو با امام رضا معنوس کنه. خدا میدونه نمیدونستم اصلا بحث اینه امشب، ولی حالا برای اینکه مادرم رو شریک کنم یه قضیه ای که برای خودم اتفاق افتاده یه بحثی گفتم بهتون. این امیده برای ما، دو بزرگوارم حقیر خودم دیدم که این اتفاق براشون افتاد. عرض کردم در حالت سکر یا حالت بیهوشی یا حالت کما این چراغ رو کم کنید. انسان به اون چیزهایی که متصله میپردازه. هیچ وقت من بعید از یادم بره تا آخر عمرم که وقتی مادرم اون از اتاق من این چراغ رو کم کنید آوردن بیرون، دکتر گفتش که بله آقا این مار یکی از رگهای اصلی اشتباهی چون غده بزرگ بوده قطع کرد و ایشون اگرم بمونه نیمی از بدنش فلج میشه. حالا ما تو چه حالتی هستیم؟ برید ببینید به هوش میاد. ما یه چند ساعتی معطل پشت در اتاق عمل و همینقدر تو پرانتز عرض میکنم بهتون، اون روزا اون چند روزی که اون حالت به ما مستولی شد فهمیدم ما منتظر امام زمان نیستیم، چون شب میخوابیدیم صبح پا میشدیم نماز میخوندیم فکر و ذکرمون این بود که چی میشه، منتظر امام زمان بعد اینطوری باشه، بعد از خواب و خوراک بیفته. انشاءالله به اضطرار زینب کبرا ما مضطر غیبت حضرت حجت بشه. بعد گفتن بیاید، همون روزی که یکم اون روز اول که یکم حالش بهتر بود اصلا این وضع خراب بود، در کما بود، یه ذره مثلا هوشیاری که بهتر شد گفتن آقا بیا برو تو ببین میشناسه. خدا رو شاهد میگیرم که چون ما متوسل به امام رضا بودیم، روز تولد امام رضا از دنیا رفت، از زیارت امام رضا هم اومدیم و فرداش عمل کرد، ما متوسل به امام رضا بودیم اون دوران. خب این امیدی به شما بدم. من اومدم بالا سرش صدا کردم، دیدم چیزی متوجه نمیشه، دستشو گرفتم صدا کردم دیدم دستمو تکون نداد. بعد یکی از همشیرهای ما گفتش که صلوات امام رضا رو دوست داشت. به امیر المؤمنین سوگند میگن که حالا کسی باشون یه آدم یه کنیز از زهرای بینامونشون یه چه نبوده لابد اهل گناه بوده خدا همون بگذر. تا من شروع کردم که اللهم صل علی علی ابن موسی رضا، دیدم دستمو فشار داد و اشکش اومد. بچه های دانشگاه موسی در مورد آیت الله مهدوی هم دیدن با چشمشون، یعنی اگر مأنوس بشی با اهل بیت دستتو میگیرن. وقتی تمام شد خب خیلی حالا منقلب شد، نمیخواستیم همون بالا گریه کنیم،
حال ما که منقلب شد من اصلا نتونستم دستشو بگیرم، دستشو رها کردم، دیدم دستش رو تخت جایی بود که زانوی من بود، دیدم زانوی تکون میده، دوباره من شروع کردم به خوندن، اشکش جاری شد. دو سه بار که من خوندم از هوش رفت و دیگه به هوش نمیاد. روز تولد عزیز رضا از دنیا رفت. در روایات اومده که یخرج الله غوث هذه الامه و غیاثها، بشارت به ما دادن فریاد رس این امت به دنیا خواهد آمد. این اسم اختصاصی امام رضا سلام الله علیه، یخرج الله غوث هذه الامه و غیاثها، یعنی درسته رو به حرمش بگه یا غیاث المستغیثی، بهش پناه ببریم. شیخ صدوق، من این روایت خیلی تکونم میده، میخوام بگم امشب گناهکارا امیدوارتر از بقیه باشن. شیخ صدوق می نویسه که در دو کتابش هم می نویسه، میگه برادر امام رضا علیه السلام زید النار قیام کرد، زد یه عده رو به ناحق کشت. هارون عصبانی شد، عیسی جلودی همون که بعدن امام رضا رو با خشونت او هم مدینه خارج کردن فرستاد، گفت میری میکشی، وقتی کشتی مدینه رو به خاک و خون کشیدی دیگه کسی جلوت مبارزه نکرد، میری در خونه های بنی هاشم، لباس از تن زنهای بنی هاشم در میاری، لباس ها رو میاری من ببینه. شیخ صدوق نقد کرده این کار رو کردن. بعد میگه رسید عیسی جلودی به در خانه امام رضا، حضرت در دهانه در ایستاده بود، خیلی نازحمت ما رو کشیدن. میگه گفت من میخوام بیام تو، گفته جز یک دست لباس زیر جامه های اینا رو باید بیاری، توجه میکنی؟ حضرت اصرار کرد. عیسی جلودی چی شد که اونجا این دشمن خدا گفت باشه خودت برو لباس ها رو بیار. اونایی که مرد غیور اینجوریه که لباس زنش هم دوست نداره روی رخ روی مثلا بند آویزون باشه نامحرم ببینه. خلاصه لباس ها رو آوردن دادن، گذشت و مأمون به حکومت رسید. این عیسی جلودی همیشه همین بوده، امیرالمؤمنینه که عدی و عمار و مالک رو تحویل نمیده. نوکر استکبار باشی بدبخت و ذلیلت میکنه، میفروشتت. یه روز این عیسی جلودی مبغوث شد، نطع یعنی سفره چرمی رو پهن کردن نشوندن، جلادم بالا سرشه. امام رضا وارد شد، نه که این ظلم کرده بود به امام رضا، گفتش تو رو خدا به حرف این آقا گوش نکن، به مأمون گفت. گفت الان لابا امام رضا میاد شغلی منو میکنه. حضرت فرمود که اگر میشه این عیسی جلودی رو به من ببخش. مأمون گفت میدونی کیه اینا؟ با این همونه که از تن زنهای بنی هاشم، تو چرا این حرف رو میدونی؟ فرمود حق گردن ما داره، اون روز ما ازش چیزی خواستیم. گفت نمیتونم بپذیرم چون قسم داده به حرف این آقا گوش نکن. یخرج الله غوث هذه الامه و غیاثها. خب کجا ببرم شما رو؟ من اینجا میرم، نمیدونم چرا ختم کلامم اینجا میبرم که میخواییم برای امام رضا محبوب بشیم در خانه کی بریم؟ امام رضا به ما نگاه کنه. من امشب اگه ثوابی داشت با بی‌لیاقتی هدیه به امام رضا میکنه. نقل امام جواد علیه السلام 4 سالش بود. این نشون میده تربیت امام رضا اینطوریه. وارد شد، آه میکشید. این آه کشیدن یعنی اینکه اهل بیت تا زنده بودن بعضی ماجراها رو فراموش نمیکرد. درسته تو مردم زندگی میکردن،
حضرت فرمود پسرم چرا آه میکشی؟ با آسمون نگاه میکنی؟ دندان میفشاری؟ فرمود به خدا بالاخره یه روز والله لأخرجن هم ولا اذرین هم ولا احرقن هم. به خدا اگر یه روز برسه آتیششون میزنه. این نشون میده امام رضا سلام الله علیه ها بچه هاشو فاطمی تربیت کرد. من برای این که امشب عزت ما رو نگاه کنه، خیلی چیزای عجیبی در مورد امام رضا هست. آقا پناه ببریم به این پناهگاه. من صلوات زهرای مرضیه رو به نیت این که خودمون امشب به امام رضا با دستای خالی نشون بدیم، ببینیم بالاخره از ما همینقدر برمی اومد که بیایم دست خالی من رو آوردیم. برای صابخونه بعد ما رو اینطوری برگردون. ما هی میگیم اون کاری رو بکن، افعل بی ما انت اهلو، تو به خودت نگاه کن. این صلوات آروم میخونم، شما رو به خدا میسپرم. وقت گذشت، ببخشید. انشاءالله حضرت رضا امشب به ما یه نظر رحمتی بکنه. اللهم صل على السيدة الجليلة الكريمة الرضي التقية النقية المحدثة الأليمة الفاضلة الزكية المضطهدة المغمورة. اگه کسی زیر آوار بره میگم مضطهده. صدیقت شهیده ذات الاحزان الطویل فی المدت القلیل. انشاءالله به فضل الهی این دعاها بگیره بریم بتونیم قبرشو زیارت کنیم با مرگ آل سعود. المخفیت قبرا المجهولت قدرا المدفونة سرا الانسية الحورا. این وقت بارها عرض کردن امام صادق وعده داده روز قیامت اگه زبانمون به چرخه میگیم الوعده وفا. فرمود اگر گیر به کارت افتاد نامید شدی مثل ما اهل بیت مادرمون رو صدا بزن. فاطمه الزهره